کمیسیون انتخابات افغانستان روز یکشنبه 24 فروردین در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که از مجموع 10% آرای شمرده شده عبدالله عبدالله 41.9% و اشرف غنی احمدزی 37.6% را به دست آوردند. بر اساس این شمارش زلمی رسول وزیر خارجه پیشین 9.8% و رسول سیاف از رهبران جهاد افغانستان 5.1% آرا رو به خود اختصاص دادند. عزیز حکیمی مدیر سایت افغانستان مانیتور درباره برنامه های دو کاندید اول میگوید: نامزدها فقط با اتکا بر موقف و جایگاه قومی و سیاسی و ایدئولوژیک خود انتظار دارن که برنده بشن و بخش اعظم رای دهندگان هم در واقع با توجه به همین جایگاه و موقف قومی و ایدئولوژیک به نامزدشان رای دادن. در واقع وضعیت سیاسی افغانستان نسبت به دیگر کشورها هم ساده تر هست و هم پیچیده تر. ساده از این نظر که مشکلاتی که در افغانستان وجود دارن بسیار ابتدایی هستند، مثل امنیت، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، و هیچ کس از جمله خود نامزدها هم اختلاف نظری در مورد وجود داشتن این مشکلات ندارند. این که نامزدها برنامه خاصی ندارند به این دلیل است که معضلات افغانستان هم در 12 سال گذشته کم و بیش یکسان بوده و وعده هایی که نامزدها دادن تقریبا همون حرفایی است که در 12 سال گذشته تیم آقای کرزی هم گفته و برای مردم تکراری است. از زمان احمدشاه بابا تا حال هر 60 بار 60 سال ما دولت از بیخ کندیم و نتیجه از این چی بوده؟ ملت صدمات بسیار زیاد دیده. بنابراین باید واقع بینی وجود داشته باشه که تحول ما متداوم اما با تدبیر و تدریجی باشه. اشرف غنی احمدزی از قوم پشتون و 60 سال است. او در دانشگاه های امریکایی بیروت و کولومبیا در نیویورک تحصیل کرده است. از تجربه کار در دانشگاه های جان هاپکینز امریکا و اروز دانمارک برخوردار است و همینطور در بانک جهانی نیز کار کرده است. در سال 2004 میلادی از سوی افغانستان به عنوان نامزد دبیر کل سازمان ملل برای جانشینی کافی عنان معرفی شد، اما در برابر بانکیمون دبیر کل کنونی این سازمان شکست خورد. از سال 2002 تا 2004 میلادی در مقام وزیر مالیه افغانستان بود. نقطه را که من ذکر کردم ایست که بدون قوه بشری که آمادگی استفاده از قوای طبیعی ما را داشته باشه، قوای طبیعی ما را به خود به اقتصاد مرفع بدل کرده نمیتونه. برخورد دولت آینده افغانستان، من پیشتر هم اشاره کردم که در ارتباط به حضور نیروهای بین المللی، در حالی که امروز این ضرورت وجود داره، باید که با تقویه نهادهای ملی و با زمینه‌سازی برای امنیت در افغانستان از طریق پیشبرد یک عملی مصالحه ملی بسیار واضح و روشن که پشتیبانی مردم افغانستان داشته باشه، روی از این نقطه استوار باشه که روز تا روز افغانستان به طرف خودکفایی میره از لحاظ تأمین امنیت. اما درباره سوابق عبدالله عبدالله، یکی از آشنایان دیرین او، و احمد شاه مسعود، فهیم دشتی چنین میگوید: وقتی حکومت مجاهدین پیروز شد، یک مدت را به عنوان رئیس دفتر وزارت دفاع فعالیت کرد، زمانی که شهید احمد شاه مسعود وزیر دفاع بود. بعدش هم با سقوط کابل به دست طالبان بیشتر به عنوان نماینده شهید احمد شاه مسعود در کشورهای خارج وظیفه داشت، ممتد سفر میکرد به اروپا و امریکا به عنوان نماینده، تا زمانی که مزار شریف سقوط کرد به دست طالبان و در یک مدت بسیار کوتاه دوباره مزار شریف و دست نیروهای مقاومت افتاد و در این زمان دکتر عبدالله رسمان به عنوان معاون وزارت خارجه حکومت مجاهدین منصوب شد و تا سقوط رژیم طالبان در این پست وظیفه داشت. بعد از سقوط طالبان هم به عنوان وزیر خارجه منصوب گردید، ولی بر اثر اختلافات سیاسی با رئیس جمهور کرزی در انتخابات سال 2004 از حکومت کنار زده شد. بعدش هم فعالیت های سیاسی خود را دوام داد، یک تشکیلات سیاسی به نام ائتلاف ملی افغانستان را ایجاد کرد، در انتخابات سال 2009 هم
کاندید بود، یکی از رقبای اصلی آقای کرزی بود، ولی خب رأی کافی نیاورد، ولی فعالیت‌های سیاسی خود را در چوکات ائتلاف ملی افغانستان تا هنوز ادامه داده و حالا هم یک بار دیگر نامزد پست ریاست جمهوری است و ظاهرا یکی از نامزدان اصلی انتخابات به شمار می‌رود. با اینکه هر دوی این نمایندگان تلاش کردند معاونهای خود را از اقوام مختلف انتخاب کنند، اما بحث‌های قومی همچنان بین رای دهندگان داغ است. آیا برای مردم افغانستان اولویت قومی مهم است یا برنامه‌های انتخاباتی این نمایندگان؟ عزیز باریز، دیپلمات سابق افغانستان. ما برنامه‌هایشان نخواندیم. برنامه های دکتر عبدالله ما بهتر میپسندم، به دلیل اینکه ایشان میخواهند تغییر نظام در افغانستان بیام. از جانب دیگه خود دکتر عبدالله شخصیتی هست که میتونه در تمام افغانستان نقطه وصلی باشه ما بین اقوام و سیاست مداره های گوناگون. جناب آقای اشرف غنی هم شخصیتی تحصیل یافته و خوبی هستند، اما به دلیل و تداوم برنامه‌هایشان با حکومت فعلی و با تداوم همین نظام ریاستی و از جانب هم تیم نامتجانسی که دارن زیاد مورد استقبال همه اقوام و شخصیت‌ها در افغانستان قرار نگرفتن. انتخابات این بار در افغانستان با حضور گسترده مردم و موج امیدی آنان همراه بود که با وجود تهدیدهای طالبان به پای صندوق‌های رأی رفتند. زینب محقق، روزنامه‌نگار در کابل، از بیم و امیدهای مردم میگوید. بین مردم این صحبت ها هست که از بد و بدتر، از بد و بدتر بد رو انتخاب میکنن تا اینکه بدتر رو انتخاب کنن. بد رو انتخاب میکنن و من فکر میکنم خیلی از مردمی که رأی دادن، من جمله خودم، کسی که واقعا شایسته باشه در بین این چند نفر حضور نداشت. خیلی هاشون در حکومتی که دولتی که فعلا هست بودن و نقش بازی کردن و نشون دادن که نمیتونن اونجوری که باید کار کنن. شاید قبلا دولت دست و پاشون رو بسته و الان فکر میکنن که با رئیس جمهور شدن میتونن کارشون رو به خوبی انجام بدن، یعنی میتونن کارهای بهتری بکنن و در جهت سازندگی در هر بخشی کار کنن. با اینکه حضور زنان در سومین انتخابات رئیس جمهوری افغانستان بیش از پیش بود، اما فعالان جامعه در مورد برنامه‌های کاندیدها برای زنان خیلی اطمینان ندارند. زهرا سپهر، فعال حقوق زن: به نظر من حال بسیار زیاد پیش از وقت است که قضاوت بکنیم کدام که کاندیداها میتونه که واقعا یک نقش موثر در تغییر وضعیت زنان افغانستان باشه. به دلیل از اینکه متاسفانه سیاست ها در افغانستان همیشه این گونه بوده که در ابتدا از زنها استفاده ابزاری شده و زمانی که افراد به خواسته های خودشان دسترسی پیدا کردن اما وعده های خود را دیگه عملی نساختن. هنوز آرای 8 ولایت بدخشان، بغلان، غور، نورستان، دایکندی، پکتیا، وردک و غزنی در نتایج اولیه محاسبه نشده و احتمال دارد که انتخابات به دوره دوم کشیده شود. این در حالی است که یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان، گفته است که نتایج اعلام شده پس از بررسی شکایت‌های انتخاباتی و شمارش باقی‌مانده آرا ممکن است تغییر کند.